هفتمین روز فروردین ماه برابر با 27 مارس، روز جهانی تئاتر. این روز در تقویم های جهانی بنا به درخواست جمعی از نمایشنامه نویسان به عنوان روز جهانی تئاتر انتخاب شده است. سال 300 خورشیدی برابر با 922 میلادی، ابوالمقیس عبدالله ابن احمد ابن ابی طاهر، مشهور به حسین ابن منصور، معروف به حلاج صوفی، انقلابی، نویسنده، شاعر و آموزگار ایرانی، به خاطر بیان عقایدش به تصمیم وزیر ابوالفضل جعفر مقتدر خلیفه عباسی اعدام شد. سال 875 خورشیدی برابر با 1497 میلادی، زادروز هانس هولباین، نقاش برجسته آلمانی که تخصص اصلیش چهره سازی انفرادی بود و در همین رشته اطلاعات جامعی درباره ترکیب بندی با عظمت، ساختار بدن و شکل پیکروار ایتالیایی در اختیار دیگر نقاشان گذاشت. سال 962 خورشیدی برابر با 1584 میلادی، زادروز فرانس هالز، نقاش معروف هلندی که استعداد بارزی در چهره نگاری و دستیابی به حالتهای زود گذر داشت و شهرتش بیشتر به دلیل مجموعه چهره نگاری از گروه کمانداران و تفنگدارانی است که در زمان جنگ علیه اسپانیا می جنگیدند. سال 1046 خورشیدی برابر با 1668 میلادی، کینگ چارلز، پادشاه وقت انگلستان، منطقه بمبئی هند را به کمپانی انگلیسی هند شرقی بخشید. سال 1064 خورشیدی برابر با 1686 میلادی، زادروز گابریل دانیل فارنهایت، فیزیکدان معروف آلمانی و مخترع دماسنج که نخست الکل اتیلیک و سپس جیوه را در دماسنج به کار برد و ضمن تکمیل دماسنجش انبساط و انقباض جیوه و الکل در دماسنج را مورد مطالعه قرار داد. سال 1223 خورشیدی برابر با 1845 میلادی، زادروز ویلهلم کنراد رونتگن، فیزیکدان آلمانی و کاشف اشعه ایکس و برنده جایزه نوبل فیزیک. سال 1262 خورشیدی برابر با 1884 میلادی، تلفن راه دور برای نخستین بار میان دو شهر نیویورک و بوستون آغاز به کار کرد. سال 1293 خورشیدی برابر با 1915 میلادی، در جریان جنگ جهانی اول، جنگ شامپانی بین آلمان و فرانسه پایان یافت. سال 1341 خورشیدی برابر با 1963 میلادی، دکتر علی امینی، نخست وزیر وقت ایران، اعلام داشت که ایران مایل است با شوروی روابط دوستانه داشته باشد و با این دولت دوستی کند و اگر روس‌ها علاقمند به دوستی با ایران هستند نباید چیزی بخواهند که حاکمیت ملی ایران را نقض کند.